بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در اقدامی وطن دوستانه، افسران به تازگی فارغ التحصیل شده از دانشکده های نظامی عراق به حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام مشرف شدند و در جوار مطهر آن حضرت ادای سلام و سوگند وفاداری به عراق و محافظت از سرزمین و مردم عراق نمودند. شماری از افسران پس از ادای سوگند به شبکه جهانی الکفیل گفتند این سلام به منزله عهد و پیمان مقدس و صمیمانه برای خدمت به کشور به بهترین شکل و حفظ امنیت عراق از تهدید تروریسم و مجرمان است، زیرا عرض سلام و ادای احترام در برابر رهبر و فرمانده بزرگ حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام انجام شد. این هیئت مورد استقبال پرسنل واحد تشریفات در بخش روابط عمومی آستان مقدس عباسی قرار گرفتند و آنها را در ادای مراسم همراهی نمودند. گروه سنی‌های تندروی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت ترور یک مقام ارشد اداره ضد تروریسم در شهر کراچی را بر عهده گرفت. سید علی رضا، یک مقام ارشد دایره مبارزه با تروریسم، روز گذشته در منطقه کریم آباد شهر کراچی واقع در جنوب پاکستان در پی حمله مهاجمان ناشناس کشته شد. پیکر این مقام امنیتی که از شیعیان شهر کراچی شناخته می شد، در حسینی شهدای کربلا تشییع و در آرامستان وادی حسین به خاک سپرده شد. ماه محرم با آیین‌های مختلفی در کشور اندونزی گرامی داشته می شود. ماه محرم در برخی مناطق اندونزی به ماه شورا شناخته می شود که از اصطلاح آشورا یعنی روز دهم ماه محرم گرفته شده است. سنت‌ها یا آیین‌های مختلفی برای استقبال از ماه محرم در برخی مناطق اندونزی انجام می شود. شیعیان کشور غنا به مناسبت ایام عزای سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفایشان پرچم‌های سیاه عزا را در مساجد و تکایا به اهتزاز درآوردند. گفتنی است این تجمعات در طول ماه محرم ادامه دارد. تعداد زیادی از شیعیان در این فعالیت‌ها شرکت می‌کنند و برای احیای شعائر دینی گرد هم آمده و پایبندی به ارزش‌های اسلامی و حسینی را نشان می‌دهند. شایان ذکر است این رویدادها فرصتی برای جامعه شیعیان غنا است تا هویت دینی و فرهنگی خود را بیان کنند و جامعه را با ارزش‌های اصیل عاشورا و ابا عبدالله حسین علیه السلام آشنا سازند. رئیس جمهوری تونس مسجد جامع القصبه تونس را که 13 سال بسته بود پس از بازسازی و مرمت بازگشایی کرد. ریاست جمهوری تونس در بیانیه اعلام کرد قیس سعید رئیس جمهوری تونس مسجد جامع القصبه در تونس را پس از 13 سال بازگشایی کرد. وی نماز صبح را در آنجا برپا کرد. شایان ذکر است مسجد القصبه یکی از بناهای تاریخی تونس به شمار می رود و این مسجد به دستور سلطان حفصی ابو زکریای اول در سالهای 1292 تا 1296 میلادی در شهر باستانی تونس ساخته شد. در دوره حفصیان این مسجد به نام الموحدین نامیده می شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در تازه ترین گزارش خود با ابراز نگرانی از وضعیت کودکان افغانستان گفته که نزدیک به 40% کودکان در افغانستان تحت سلطه طالبان با بیماری روانی روبرو هستند. یونیسف روز دوشنبه 18 تیر در این گزارش نوشته شده است که 24% کودکان 5 تا 17 ساله در افغانستان اضطراب شدید را تجربه کردند که در مقایسه با سایر کشورها افزایش 10% را نشان می دهد. با
بر اساس گزارش یونیسف 15% دیگر این کودکان نیز با مشکلات شدید افسردگی روبرو هستند. این کشف ممکن است به ساخت گروه جدیدی از داروهای میگرن کمک کند. حدود 1 نفر از هر 10 نفر در سراسر جهان میگرن دارد. 1/4 بیماران نیز دچار اختلال حسی آورا تشعشع نورانی می شوند که مشخصش در درخشش های نور، نقاط کور، احساس گزگز و دوبینی است و ممکن است بین 5 تا 60 دقیقه پیش از سردرد بروز کند. پژوهش جدید که در نشریه ساینس منتشر شده است توضیح می‌دهد که چگونه جریان مایع در مغز و موجی پخش شونده از اختلال پیام رسانی باعث بروز سردرد میگرنی و ایجاد تشعشع نورانی می‌شود. یک پژوهش جدید نشان داده است که کاهش 30% مصرف گوشت‌های فراوری شده و گوشت قرمز غیر فراوری شده می‌تواند باعث کاهش چشمگیر بیماری‌های قلبی و سرطان روده بزرگ شود. این تحقیق که توسط آکادمی جهانی کشاورزی و سیستم‌های غذایی دانشگاه ادینبورگ و دانشگاه کارولینای شمالی انجام شده، با استفاده از ابزارهای شبیه‌سازی پیشرفته و داده‌های سلامت افراد بزرگسال در آمریکا، تأثیر مصرف گوشت بر سلامت را بررسی کرده است. نتایج این مطالعه که در نشریه پزشکی لانست منتشر شده نشان می‌دهد که کاهش مصرف گوشت‌های فراوری شده می‌تواند تا 1 دهه منجر به کاهش 350 هزار مورد دیابت، حدود 92 هزار و 500 مورد بیماری قلبی عروقی و 54 هزار و 300 مورد سرطان روده بزرگ شود.